Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? سلام علیکم بچه ها، چطورید؟ امروز اومدیم بهتون بهترین سریال های تاریخ تلویزیون ایران رو معرفی کنیم و این ویدیو در واقع یه جور جواب برای اون دسته از عزیزانی که میگن سریال های ایرانی چرت و به درد نمیخوره و اینجور داستان ها که باید بهشون گفت حالا رو نگاه نکنید که محتوای سریال از ابر فیلم ها هم کمتره. یه زمانی سریال خوب نشون میداد این تلویزیون لعنتی، ولی خب دیگه حالا الان بعضیشو با هم دیگه بهتون میگم. زخم کاری دیدم که این سریال گنگه، منم که ته گنگم، از گفتم خودم بیام بگمش. زخم کاری که تازه هم تموم شده و به خیلی ها یک رش جدید هدیه داده، سریال خوبیه که میتونید از داستان کلید اسراریش و بازی خوب بابایتی تو نقش مالک لذت ببرید که اتفاقا حامله هم هست و ویار داره توش. البته به رسم جهانی کارگردان ته سریالو کرده تو دیوار و در اوج شاهکار آهنگ آخر رو داده به نامبالی خونده. انگار از اون شباست که من گریه کنم تا خود سو تا خود سو که البته زد، البته قطعا ما به سلیقه ایش احترام میذاریم. سلیقه هر فرد مربوط به خود اوست و برای ما محترم است، هرچند که سلیقه او چیزی باشد. با تشکر تیم ممنتو. سریال روزی روزگاری که خیلی از شما حتی اسمش هم نشنیدی، با اقتدار مفهومی ترین سریال ایرانیه که توش پره حرف و تیکه کت و کلفت و توش سوپر استار فقید، کسی که خیلی زود از بینمون رفت، جناب آقای خسرو شکیبایی و حسین پناهی که تو اینستا شعر و حرفش رو سوراخ کردن بازی کردن. اعتراض دارم به رنگ سرخ که سوزاننده است، به آبی که سرد، به زرد که رنگ جداییه و هر رنگی که رنگ روح زندگی توش نیست، چون بقیده شخص خود من جناب رئیس رنگ روح زندگی سبزه، فقط سبز. مرد هزار چهره. مرد هزار چهره یکی از بهترین ساختای مهران مدیریه که لیست ما رو قشنگ بله. مرد هزار چهره یه سریال خوشنمک و طنزیه با یه ایده کلی باحال، حتی توی اون سالا که مودم نبوده دوش هم ساختن که نشون میده چقدر این سریال خفن بوده. کلی بازیگر اسمی داره به علاوه خود مدیری که توی سریال دکتر میشه، شاعر میشه، پلیس میشه، گیمر میشه منظور. آره باشه ببینم، مگه اون زمان اصلا میدونستن گیمر چیه؟ آره دیگه، سگا و اینجور داستانا بوده دیگه، بدبخت که نبودن. ببین ریدی ماله نکش، فقط متنو تموم کن بریم سر زندگیمون. مرسی. باشه، سریال خوبیه، برید ببینید. آره خدافظ. قورباغه. سریال قورباغه که در زمان پخش خود تمامی فضای مجازی رو باهاش نموده بودین، سریال بسیار خوبی بود. این سریال از لحاظ کارگردانی و مخصوصاً قاب‌بندی در سطح یک جهانی بود. موسیقی متن خوب این سریال و بازی‌های امام و پشمریزان و پایان کاملاً متفاوت که بعضیا خیلی به مذاقشون خوش نیامد، ولی واقعاً خوب بود دیگه. یعنی کل سریال ایرانی آخرش عروسی بود یه زمانی. وقتی یه ذره متفاوت میشه بعدشون میاد. اصلا من چرا دارم ازش دفاع میکنم؟ این سریال در حدی خوب بود که میتوانست در سطح سریال های بزرگ جهانی قرار بگیرد. اما مشکل اصلی این سریال فیلم نامه بود. هومن سیدی توانست بسیار از پس کارگردانی، بازیگردانی، تدوین و همه چیز بر بیاید، اما در بخش فیلم نامه اندکی، فقط اندکی ضعیف عمل کرد که میتوانست بهتر از این داستان را بنویسد. از نکته های جالبی که از این سریال نمیدانید، پخش شدن رپ برکت جناب آقای یاس. واسه 3 دقیقه تو دلت رابطه ما رو تا من نشون بدم ایران و رابطه ها رو و همچنین پخش شدن یه قطعه لیتو در یه قسمت دیگه که یارو میره نمیدونم اسپویل میشن احتمالاً، از یه بنده خدایی میره یه چیزی بگیره تو ونش داره لیتو پخش میشه. وای
پایتخت. پایتختو که دیگه همه دیدن و یکی از موفق ترین سریال های تلویزیونی بوده و سریالی بوده که 10 سال با ما همراه بوده و درسته یه وقتایی ضعیف می شده اما همیشه ما رو می خندونده. جا داره تشکر کنم از تمام بازیگرای این سریال، حتی سارا و نیکا که کارشون از این ریاکتور هم سخت‌تره و تو کل سریال دیالوگاشون حتی یه ورق هم نمیشه. حالا سارا و نیکا رو بیخیال شیم، علیرضا خمسه تو کل سریال فقط میگه نهار نخورده نقی بریم مرشه، برای کل این حقوق گرفته واقعا. فشار مگه فشار نمیخوره شهرزاد. وقتی که نمایش خانگی مد نبود، حسینی فتحی با ساختن سریال شهرزاد دلی همه را برد. با گذاشتن شهاب حسینی و مصطفی زمانی و صدای تاوشی، ای شاخه تر به رقصا، دختره را راضی کرد. خوش به حالی که با آرزو رسیدی. بالاخره پریناز و ترانه را آورد که ما راضی. Wake up. What are you talking about? We are in 2013. New Shahrzad episode is released. Let's watch it. روزهای عجیبیه دیگه. به قول معروف یه برهه‌ای از زمان رو سپری میکنیم که شاید هیچ وقت نشه دیگه تجربه کرد. علی نصیریان هم آورد که اهالی فرهیخته بشینن و بیبین از سریال با راضی بشن، که البته تو فصل اول خوب بودا، تو دوم یکم ضعیف شد، تو سومی هم دیگه سطحش اومد پایین. قشنگ معلوم بود که هدفشون دوشیدنی ملت است، که خود شهاب حسینی هم سری همین موضوع گفت. من نمیفهمم آخه ادیتوری احمق، این چه ربطی دارد به این چیزی که من دارم الان میگم؟ ما نشستیم ساکت. میگفتم شهاب حسینی گفت من دیگه بازی نمیکنم و کارگردانم تو فصل 3 بوم داستانا تموم کرد. حالا واسه اینکه یکم خاطراتتون زنده شد بریم آهنگ اصلی سریال ما هم گوش بدیم. بو فکر میخریدیم کجای عزیزیم، بیاد چرک بامو تو چشمات بریزیم، تگمو بریدی خدایی نکردی، کریم به خدا که مسلمون تو نیستی. بزنگاه نگم برادون آوا، این سریال بوم بود. حیف که گفتن تو این ویدیو اصلا اسپویل نکنیم، بله تن تا صحنه حقشو میذاشتم که ببینیم، ولی داستانی سریال آجبی رضا عطاران است که به شغلی شریفی لحیم کاری مشغول است که یهو باباش میمیره و اینا داداشش میرن سر ارث و میراث و دعواشون میشه. حتما بریم ببینیندش که وقتی میبینیندش اصلا سری حال میایند، رگا بدنت از شدتی خنده پاره میشه. ساختمان پزشکان این یکی که اصلا کلهم نیاز معرفی نداره آقا جان، این کمدی ترین سریال ممکنه حال حاضر بود. اصلا همون خانم شیرزاد اگه تو کادر بود و از خنده پاره می شدیم. یعنی هر قسمت این سریال می ارزید به 100 تا قسمت سریال های عبدالخیاری الان. یعنی ببین امکان نداره شما یه قسمت از ساختمان پزشکان رو ببینی و نخندی. به این میگن فیلم نامه خوب. حتی اگه یادم هم باشه دیوار چهارم هم توش خیلی میشکوندن و خیلی حرکت خفن و باحالی بود و آره. شبهای برره وقتی از هند اومدم با ماشین بنز اومدم. خب توی مورد آخر ما یکی از شاهکارهای دیگه مهران مدیری رو داریم، یعنی شبهای برره. خب به انا های کاکا پاندای نیمه نادان به پایین ویا، این قسمت برای خودم بید به درد تو نبخور. عجیب، یعنی در این حد تو جوگیری که داری برره ای صحبت میکنی؟ ها کاکا پاندا، من چند نسلم برره ای بید، هر وقت اسم برره ویاد از خودم بی خود وشم، لحجه برره ای از خودم در وکنم، حالا بفرما وقت دوارم نبگیر. اگه همینجوری وقهای وقت ما رو بگیری مردم ویگلنز جه، ما داریم کانتنت پر در وکنیم خودم. خلاصه بگوام که این سریال در زمان خودش یک عالم سر و صدا و پاوه کرد. قطعا براره یک تنتون سینمای ایران زمان خودش و چرخانه. ها نویسنده، ای که گفتی یعنی چه؟ براره از شبکه 3 پخش شد. ای از کجا چرت و پرتی از خودت در و کردی گفتی سینما؟ ها ادیتور تو هم یه بوق بزا دیگه، من دیگه حوصله نداشتم بیدم. خلاصه که اگه دهه 90 بیدید و این سریال 90 دیدید، هر چه سریعتر پاشید ورید سریال بوینین. بوینین مازندرانی بود ناموسن. در کنار اینها باید بگویم که در زمان ساخت سریال برره، مهران مدیری مورد هجوم بسیار بولی توسط صدا و سیما و مردم قرار گرفت، اما به راهش ادامه داد و کم نیاورد
و علاوه بر شاهکاری به نام برره، ده ها سریال سیتکام قوی ایرانی دیگر ساخت و به دشمنان و هیتران و الباقی گفت نخواندم و راه خود را ادامه داد و موفق شد. پس شما نیز اگر میخواهید موفق شوید، به هیتران بگویید که خب این خب اصلی نیست. تبریک کنیم، بعد دوباره خب داریم. خب امروز اومدم بهتون یه چنل معرفی کنم به اسم چنل دلوب. الان میگیرم داداشم الان چیکار کنم. چنل دلوب یه کسی با پول رو تبلیغش کنم بمانند، ولی یه چنل خوبه که کانتنت متفاوت ارائه میده. ریاکت و اینجور بولشتاتو گذاشته کنار و مثل یه مرد داره کانتنت قوی میسازه و باید حمایت شه. البته خودش وایس داد گفتش که مردم مجبور نکن که بیان منو سابسکرایب کنن، بعد هر کی حال کرد بیاد ساب کنه. و شما هم اگه رفتین حال نکنید سگ اینه که سابسکرایبش کنید. اگه حال کردین سابسکرایبش کنید. اینجوری ممنتو اینجوری تبلیغ بکنه. و بچه خوبیه و کانتنت اصلیش هم اینه که خودش توی ترکیه است، استانبوله و یک مجموعه غلط‌هایی میگیره و ولاگ میگیره از اون غلط‌هایی که در استانبول انجام میده. اگه دوست دارید ببینید یه آدم توی ترکیه باشه چه نوع غلط‌هایی رو میتونه انجام بده، چنل دلوپ رو حتما سابسکرایب کنید. اگه خوشتون نمیاد سابسکرایب نکنید، خودش گفت اینو بگم. همین شو بخیرم که نداریم، بریم خب اصلی. شو بخیر. خب بچه ها امروز اومدم که یه چیزی بگم و زود برم. ببینید بیشتر این سریال ها نه خیلی کارگردانی خفنی داشتن، نه بازیگرهای سوپر استاری داشتن، ولی یه فیلمنامه به شدت قوی داشتن که اکثرا هم خیلی طنز بودن. نمیخوام بگم محدودیت های صدا و سیما یا اون زمان خوب بوده ها، ولی نویسنده ها به خاطر این محدودیت ها تونستن چنین متن های بمبی بنویسن، چون سنگینی کار افتاده بود رو متن، رو دیالوگا. به قول بزرگی آدما تو محدودیت ها ستاره میشن، وگرنه این خارجی ها میتونستن 80% شوخی هاشون جنسی باشه، نصف طنزاشون هم بیمزه باشه، باقی چیزها هم دیگه سی جی آی و اینجور داستان ها درست کنن که فیلم بفروشه. واقعا ایران یه زمانی تو زمینه طنز از نظر ما بیرقیب بود. واقعا سریال های ایرانی خفن بودن و تمامی این بیرقیب بودن هم مدیون نویسنده هاشه. الان این متنم نویسنده نوشته که داره برای خودش مالش انجام میده. نه تو جزو نویسنده ها نیستی، تو خیلی مونده تا به اون نویسنده برسی. ایش یه سری نویسنده هم هستن که بهشون رسیده نشده. برای مثال برادران قاسم خانی. فکر کردین این همه سریال موفق و خوب و خنده‌دار که مدیری ساختتشون، فقط خوب بودنشون به علت وجود مهران مدیریه؟ آره. سخت در اشتباهی. به خاطر گروه نویسندگی خوبش بوده. یکی از این نویسنده‌هایی که در اومده و همه میشناسینش امیر مهدی جول است که تو خندوانه اومد و الان تو سینما هم داره بازیگری میکنه. اگه این هیچ وقت نمیومد تو خندوانه کی قرار بود بشناستش؟ خلاصه که اگه به این چیزا علاقه دارین برین دلیل موفقیتشو در پشتش جستجو کنین. خیلی زر زدم، شو بخیر. خب موس، خب در اصابه اونو که کمال کرده دیگه تایی هر ویدیو. هی خب یه چیز خلاق باشه، چیز زدید بگو. عشق تو دروغ بود دیگه، نه دیگه نه من نه تو دیگه. میخوام اسم تو فراموش کنم، آتیش تو خاموش کنم.